سرهنگ عباس بابایی همه خلبانان F14 پایگاه 8 شکاری را فرا خواند و جلسه با حضور سرگرد افغان طلویی مسئول وقت عملیات پایگاه اصفهان تشکیل شد تا تهدیدهای میراج F1 مورد بررسی قرار بگیرد و نقاط ضعفش نیز شناسایی شود. من چون به عنوان معاون عملیاتی منطقه هوای اصفهان کلی پروازهایی که F14 انجام میشد زیر نظر خود من بودش، بنابراین در اون جلسه شرکت داشتم و صحبتهایی با خلبانا انجام شد و تصمیماتی گرفته شد که قرار شد به اجرا بذاریم که بتونیم بهترین نحوه استفاده رو از هواپیما ببریم که بتونیم هواپیما دشمنم سرنگون بکنیم. جلسه تا ساعت 12 شب طول کشید. نتیجه این بود که قرار شد یک F14 نیروی هوایی ایران طی عملیاتی میراج عراقی را به تله بیندازد. سروان خلبان فضل‌الله جاوید نیا همراه با خلبان خورشیدی مأمور انجام این عملیات شده. برابر برنامه‌ای که نوشته بودن قرار بود که اولین پرواز روز بعد که 4 آذر 1360 بود من به اتفاق شهید خورشیدی اون پرواز انجام بدیم. درجه من اون موقع سروان بود و شهید خورشیدی صدفان یکم یا صدفان دوم ظاهرن. برجهت همه خلبان F14 دور هم بودیم و داشتیم چاره اندیشی میکردیم که چگونه فردا بتونیم هواپیمای میراج رو اولینش رو شکار بکنیم. هواپیمای پیشرفته‌ای بود، آپ تو دیت بود و عراقی ها خیلی روش برنامه‌ریزی کرده بودن و در صدد این بودن که بتونن به اصطلاح با هواپیمای F14 مقابله بکنن. همطور که اشاره کردید همون روزهای اول هم تونستن که برای 3 تا از هواپیمای ما اشکالی به وجود بیارن که خوشبختانه خلبانانش جان سالمه در بردن. خلبان جاوید نیا پس از قبول این مأموریت پیشنهادی به سرهنگ بابایی داد که پذیرفتن آن تنها وابسته به تصمیم سرهنگ نبود، تصمیم مقامات بالاتر شرط بود. من پیشنهاد کردم به شهید بابایی که اگه موافق باشید ما با ستاد نیروهایی یه هماهنگی انجام بدیم که روز بعد هیچ هواپیمایی تو منطقه اهواز نباشه، برای اینکه منطقه می‌خواستیم خلوت باشه، چون همه هواپیمای خودی که می‌رفتن برای بمباران و برمیگشتن یا هواپیمای تجاری یا هواپیمای ترابری خود نیرو هوایی که می‌مدن توی فرودگاه اهواز برای ما یک هدف محسوب می‌شدن و ما نیاز داشتیم که مجدداً با رادار هماهنگ بکنیم و این زمان از دست می‌دادیم و این زمان از دست دادن فرصت بسیار مناسبی می‌شد برای هواپیمای عراقی که ما رو شکار بکنن. این بود که من پیشنهاد کردم با ستاد نیروهایی هماهنگ بکنیم و روز بعد هیچ پروازی در اون منطقه انجام نشه. شهید بابایی پذیرفتند و گفتن این مسئولیت با خود شما که با ستاد تماس بگیرید و این هماهنگی رو انجام بدید. این بود که من با معاونت عملیات وقت ستاد نیروهایی مرحوم بهرام هوشیار تماس گرفتم و ایشون پذیرفتند پیشنهاد ما را. بعد از پایان جلسه همان شب سرگرد افغان طلویی که مربی خلبان F14 هم بود برای انجام هماهنگی‌های لازم به طرف منطقه عملیاتی خلبان جاوید نیا حرکت کرد. ساعت 6:30 صبح روز 4 آذر ماه 1360 یک فروند F14 ایرانی با هدایت سروان جاوید نیا و با کمک خلبان خورشیدی از روی باند پایگاه 8 شکاری اصفهان پرواز کرد. پرنده 20,000 پا از زمین فاصله گرفت و به سمت آسمان اهواز حرکت کرد. من دقیقه پروازی ما تقریبا شمال اهواز بود. روی تقریبا کارخانه نبرد و اطراف کارون و همون حوالی پرواز میکردیم. عراقی ها یه سری موشک های سام هم در ایستگاه حمیدیه، همون حمیدیه معروف که در اختیارشون بود، اشغال کرده بودن، مستقر کرده بودن که اینا برای ما تهدید بود. خود هواپیمای میراج خیلی راحت روی اون قسمت پرواز میکردن داخل خاکشون و ما هم پترنمون اون مسیر پروازیمون از کارون به این طرف بود و میدونستیم که اگر ما به فاصله کمتر از یا حدود 20 مایل با هواپیمای میراج قرار بگیریم حتما مورد اصابت قرار میگیریم.
همین فاصله هم برای ما نیاز بود که بتونیم موشک‌های ما به هواپیمای میراژ اصابت بکنیم. اما دقایقی بعد از طلوع، رادارهای عراقی ورود F14 به آسمان منطقه را گزارش کرد. بلافاصله دو میراژ F1 از پایگاهی نزدیک بصره به پرواز درآمدند و در اوج 22000 پایی قرار گرفتند. توی رادارمون اونها را داشتیم و اونها هم توسط رادارشون و رادار زمینیشون پترن ما و موقعیت که ما پرواز میکردیم را داشتند. تا نزدیک 20 مایل به هم نزدیک میشدیم، بعد از 20 مایل ما گردش میکردیم، اونها هم گردش میکردند. چندین بار این گردش ادامه داشت، هر کسی در فکر این بود که هدف خودش را شکار بکنه. بجد در یکی از همین گردش ها حدود 24-5 مایلی من به رادار گفتم که ادامه نمیدم و بر میگردم. منتاش برگشتم به این صورت بود که هواپیما را به صورت اینورت برش کردندم و یک حرکت وارونهی که اصطلاح همون مانورهای پروازی خودمون بهش اسپلیدس میگیم، من هواپیما را برش کردم روی به طرف زمین و خیلی سریع مجدداً با حالت اینورت یا وارونه برگشتم به سمت شرق. البته زیاد از منطقه دور نشدم و همون حرکت همون حالت را ادامه دادم و مجدداً برگشتم به سمت غرب. هواپیمای عراقی که به اصطلاح حالت برگشت من را متوجه شده بودند، اونا به سمت داخل خاک ما بازم ادامه دادن و در برگشت که سر هواپیمای ما به سمت غرب قرار گرفت، من موقعیت را بسیار مناسب دیدم برای زدن یه دونه موشک. بلافاصله یه هواپیمای عراقی قفل کردیم و چون اونها ارتفاع بالاتری قرار گرفتن و من ارتفاع پایین تر و هواپیمای میراژ میدونیم که سینگل سیت یا تک خلبانه هست، خلبانش هم مجبور بود پرواز بکنه هم توی رادار سرچ بکنه دنبال من بگرده. هواپیمای ما دو کابینه بود، ما کابین عقب داشتیم، این امتیاز داشتیم که کابین جلو فقط پرواز میکرد و کابین عقب به اصطلاح هدف یا تارگت را توی رادار جستجو میکرد. بلافاصله این کار انجام شد توسط شهید خورشیدی و در اولین فرصت یه دونه موشک من به طرفشون رها کردم. هواپیمای عراقی که موشک را روی هوا دیدند، ظاهرا دو تا موشک حرارتی یا یک موشک برجت بدون هدف به طرف من پرتاب کردن. من متوجه بودم که از مسیر موشک‌ها به من برخورد نمی‌کنه. این بود که من همون مسیر را ادامه دادم به سمتشون، چون باز هم ما باید اطلاعاتی را از هواپیمای هدف می‌گرفتیم و به موشک خودمون می‌دادیم که موشک‌ها به صلاح به هدف اصابت بکنه.